یاد گرفته بودیم به جنگیم برای رسیدن به نمیدونم به تیم ملی ایران، برای پیرن تیم ملی ما مجبور بودیم به جنگیم که از بچگی کار کنیم. یک مرگ تلخ دیگر در فوتبال ایران، سرنوشت مدافعی که نتوانست کرونا را شکست دهد. آیا این اتفاق تلخ میتواند تلنگری به جامعه و حکومت برای مسئولیت پذیری بیشتر باشد؟ با دو مهمان از جنبه‌های مختلف خاموشی یک ستاره صحبت خواهیم کرد. در ادامه برنامه امشب، واکسن‌های مختلف کرونا در راه ایران، از روسی و چینی تا آسترازنکا، چرا با وجود اطمینان دادن وزارت بهداشت، بسیاری از مردم و کارشناسان به بعضی از واکسن‌ها اعتماد ندارند؟ برادرمو دیدی؟ من شما رو قبلا ندیدم. و نگاهی به میترا همزمان با اکران آن در جشنواره روتردام با یک بازیگر این فیلم گفتگو می‌کنیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در فاصله کمتر از یک هفته، دو جوان ورزشکار ایرانی، هر دو فوتبالیست های ناماشنا، با کارنامه ای از فعالیت های هنری به علت ابتلا به کرونا جانشان را از دست دادند. علی انصاریان 43 ساله و مهداد میناوند 45 ساله. مرگ این دو نفر در کنار ده ها هزار مرگ دیگر یادآور این است که جامعه با چه بحرانی روبروست. بحرانی که هم نیازمند مسئولیت فردی است و هم مسئولیت حکومت. در سطح فردی، اینکه دو ورزشکار بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استودیوی ضبط برنامه حضور پیدا می‌کنند، اینکه در همین شرایط عده‌ای مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند، اینکه گروهی جزئیات وضعیت بیمار بدون ملاحظه حریم خصوصی او را منتشر می‌کنند و گروه‌های دیگر چت‌های خصوصیشان را با بیمار منتشر می‌کنند، سوال‌های زیادی درباره مسئولیت فردی در جامعه ایران را مطرح می‌کند. ابتدا نگاهی می‌کنیم به مسئولیت فردی در مقابله با کرونا و در ادامه برنامه امشب درباره مسئولیت‌های حکومت و موضوع واکسن گفتگو خواهیم کرد. اول گزارشی ببینیم از پوریا ژافره درباره علی انصاریان و زندگی او. علی انصاریان حرکت می‌کنه، زهره رو می‌زنه و توی دروازه گل رایتی علی با تعصب. علی انصاریان فوتبالیستی که تو هر مسابقه 100% مایه می‌گذاشت. دفاع پرسپولیس که با وجودی که یک فصل هم در تیم رقیب استقلال توپ زد، همیشه بین هر دو دسته از طرفدارهای تیم‌های بزرگ ایران و تهران محبوب بود. این فرصت توی دروازه گل دوم برای استقلال به وسیله علی انصاریان. در سال‌های آخر ورزش حرفه‌ای برای تیم‌های مختلفی از شمال تا جنوب ایران بازی کرد. بازیکنی که به خاطر بی‌محابا بازی کردن و مصدومیت‌های پیاپی به آقای بخیه مشهور شده بود، خاطرات قشنگی از تبریز تا بوشهر برای طرفدارها از خودش بر جای گذاشت. بچه پایین شهر تهران که به نوع سخت بزرگ شدنش افتخار می‌کرد. میگم که همیشه افتخار کردم که بچه پایین شهر تهران بودم. همیشه افتخار کردم. بچه کجایی؟ بچه میدون خراسانم من. اوه چه جذاب. افتخار همه خراسانی بر میدون خراسان. خب همیشه لذت بردم از اینکه گذشته فوق‌العاده سختی داشتم. تو بابا. بعد از اینکه فوتبال را در 34 سالگی کنار گذاشت، آغازگر راهی شد که خیلی های دیگه بعدن این راه رو دنبال کردن. از مستطیل سبز به پرده نقره‌ای و جعبه جادویی. علی انصاریان خیلی زود نشون داد که استعدادش فقط در ورزش حرفه‌ای نیست، بلکه بازیگری هم تو خونشه. عاشق مادرش بود و در یک برنامه تلویزیونی گفت هرگز ازدواج نکرده که مادرش تنها نمونه. تو سینما شما جای خطا و جای اشتباه داری، ولی توی فوتبال هیچ وقت جای اشتباه نداری. و در نهایت به خاطر همون عشقای زندگیش، یعنی فوتبال و تلویزیون، از دنیا رفت. افتیم بزنیم ماشاءالله. درد سر اینجا شروع شد. برنامه اپلیکیشن پرسپولیس در استودیوی پرس تیوی در تهران روز مسابقه استقلال و پرسپولیس.
در روزگاری که همه دورکاری میکنند، اینجا در این استودیوی بزرگ بدون فاصله گذاری اجتماعی علی انصاریان و بازیکن سابق دیگه پرسپولیس یعنی مهداد میناوند دچار بیماری کرونا میشن و هر دو به همین دلیل جان میبازند. روزهای آخر زندگی علی انصاریان با بیم و امید برای خانواده‌اش و طرفدارانش همراه بود، امیدی که در نهایت جواب نداد و علی انصاریان هم چند روز بعد از مهداد میناوند از دنیا رفت. پوریا جعفری، بی بی سی. مهدی سباق‌زاده، کارگردان و تهیه کننده فیلم که با علی انصاریان همکاری داشته، از تهران با ماست. آقای سباق‌زاده، خوش آمدید به برنامه. شما در فیلم رمانتیسم عماد و توبا با آقای انصاریان همکاری داشتید، ابتدا از او به ما بگید. ملت ایران و خانواده محترم آقای علی انصاریان، به خصوص مادر عزیزشون که خیلی ایشون دوست داشت و ایشون هم مادرشون خیلی دوست داشتن و اینکه واقعا مردم ایران همه دوستش داشتن و خیلی خارج از کشور همچنین، و متاسفیم واقعا که یه چنین مرد بسیار دانای خوب و با قلب پاک و سلامت این گونه بین زودی از کنار ما بیرون بره و من براش تسلیت عرض میکنم. البته من قبل از اینکه این فیلم رو کار کنه با من کلوپ همسرانشون کار کردن که در کیش و تهران اتفاق می افتاد و بسیار بازیگر با قدرتی بود و خیلی خوب تونست نقش کمدی که لازم بود ایفا کنه، و بعد هم در رمانتیسم عماد و توبا که پسرم کارگردانی میکرد ایشون نقش پدر رو به عهده داشتن و خیلی خوب نقششون اجرا کردن. به نظرم که علی انصاریان استعدادی ویژه‌ای بود که خداوند تعالی نخواست که ایشون کنار ما بمونه. چه ویژگی هایی در رو دیدید آقای سباق‌زاده که باعث شد از او برای همکاری در فیلمتون دعوت کنید؟ ببینید، علی خیلی رفیق بود، خیلی دوست داشتنی بود، خیلی شیرین بود، خیلی قلب پاکی داشت، خیلی انسان بود. نمیدونم چی راجبش باید بگم، من دیگه بیشتر از این، ولی بر تقدیر استعدادهای من در علی میدیدم که میتونه بازیگر خیلی خوبی باشه. و اتفاقا تو این اواخر هم دنبال این بودم که همین چند روز پیش، قبل از اینکه یه روز قبل از اینکه به من بگن رفته بیمارستان، تلفنی با هم صحبت کردیم. خیلی عاشق بود که من این فیلم بعدی بازم نقش اصلی رو ببرم بهشون، و خودم هم دلم میخواست این کار رو بکنم حتما برای علی، بلکه استعدای علی رو بیشتر از این میدیدم و احساس میکردم علی موقعشه که رفاقت و دوستیم رو به جا بیارم و اون گونه که میتونم تلاش کنم علی از بیشتر در سینما مطرح بشه. و فکر میکنید که تجربه او در زمینه فوتبال آیا تأثیری گذاشت بر زندگی هنریش؟ خب اون هم جایگاه خودش داشت، به هر حال فوتبال جایگاه خودش داره، سینما جایگاه خودش داره، ولی به هر حال استعدادهای ویژه آدم ها در زمین های مختلف خودشو بروز میده. همچنان که در فوتبال قهرمان بود و برای ایران افتخاراتی آورد، خب قاعدتا میتونست برای سینما هم افتخاراتی بیاره و بتونه که از سوپر استارهای خیلی خوب ما بشه، و این استعداد در اون من میدیدم به عینه میدیدم. و من متاسفم واقعا، یعنی شرایطی که اینجا الان همه ناراحتن، همه در حال گریه و زاری هم برای علی، و امیدوارم که مادرش آرام بگیره در این شب عزیز. به مادر آقای انصاریان اشاره کردید، در گزارش همکارم هم بود که به ارتباط بسیار نزدیک با مادرش داشت آقای انصاریان، از جمله معدود افراد سرشناس بود که اینقدر همه از نزدیکی او با مادرش در جریان بودند. آیا شما این رو در روابط نزدیک هم میدیدید، این رابطه عمیق مادر پسری رو؟ بله بله، من در رمانتیسم عماد و توبا 15 روز ایشون در شمال بودند که بازی داشتن در این رمانتیسم، مادرشون همراهشون بود و اینقدر این مادر ناز بود و اینقدر این مادر انسان بود و اینقدر مادر دوست داشتنی بود که علی از کنار خودش هیچ‌وقت دورش نمی‌کرد و سه بچه همیشه ازش حفاظت می‌کرد. و بارها بهش گفتم علی جون بیا برات زن بگیریم، علی بیا برات ازدواج کنیم، به شوخی میگفت که
سر به سرم نذار، حالا بعدن. چشم مهدی، چشم. به هر حال شیرینی خودشو داشته که، ولی تا قبل از فوتش هم من با مادرش در تماس میگرفتم که آقای سواد طور خدا براش دعا کنی. من اون چه که پیج بود در ایران برای ایشون گذاشتم و از مردم ایران میخواستم که برای سلامتی ایشون دعا کنن، به ایشون بتونه از بیمارستان ترخیص بشه. ولی خب متاسفانه این مریضی عجیب غریبیه که تو جون مردم دنیا افتاده و هر کی که دوست داره به نوعی داره میبره. متشکرم از شما مهدی سباغزاده، کارگردان و تهیه کننده از تهران با ما. من متشکرم. اما مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک با ماست. آقای رستم‌پور، شنیدیم از کارنامه هنری آقای انصاریان، اما بپردازیم به کارنامه ورزشی او که شاید برای بسیاری از هم نسلی های ما ابتدا او رو از طریق کارنامه ورزشی شناختن. درود بر شما، با عرض تسلیت و آرزوی تحمل این داغ برای مادرش. خب خانواده ورزش ایران فرصت نمی‌کنه رخت اعضا رو در بیاره. تعداد پرشماری از پیشکسوتان و مربیان ورزشی رو در ماه‌های اخیر از دست دادیم، ولی چون دوران قهرمانیشون سال‌ها بود، سپری شده بود، ناماشنا نبودند به اندازه مهرداد میناوند و علی انصاریان که پیامد مرگ نابهنگام این دو چهره بسیار جوان ورزش ایران دست کم باعث شده که در شبکه اینستاگرام که تا پیش از این تحت سلطه تبلیغات غلط و بی‌معنا و نامشخصی از قبیل این که این واکسن ها توته است، میخوان ژنتیک ایرانی ها رو عوض کنن و غیره، حداقل خانواده ورزش به خودشون اومدن و این مطالبه واکسن رو در حالی دارن مطرح میکنن که کشورهای مختلف دنیا از مرحله خریداری گذشتن و به مرحله بندی واکسیناسیون رسیدن و آغاز شده، ولی دست کم باعث شدن که این تحول اتفاق بیفته و کاربرانی که در شبکه‌های اجتماعی هستن، در اینستاگرام خصوصا سن و سال کمی دارن، متوجه شدن که اصل همینه، واقعیت همینه و جدیتر این مطالبه ملی رو دارن دنبال میکنن. آقای رستم‌پور، در یکی دو هفته گذشته همزمان با بیماری آقای میناوند و آقای انصاریان شاهد حواشی بودیم که سوال‌های زیادی درباره مسئولیت فردی افراد مطرح کرد، از جمله اینکه می‌دیدیم برنامه‌های ورزشی پزشک معالج رو میارن، جزئیاتی درباره آقای انصاریان می‌پرسن که بحث برانگیز بود. چقدر معموله که فرضاً یک ورزشکاری وقتی بیمار میشه این چنین درباره او پرسش بشه در برنامه‌های ورزشی؟ بسیار تأسف‌آوره که ما هم در خصوص مهرداد و هم علی می‌دیدیم که جزئی ترین مسائل مربوط به داروهایی که مصرف می‌کنن، سیتی هایی که از اونا در بیمارستان گرفته میشه و پیشینه بیماریشون، تحولات روز به روز، همه اینها رو هر روز در رسانه‌ها می‌دیدیم و مدام برخی از دکترهایی که در تیم معالج این دو چهره ورزشکار از دست رفته بودن افشا می‌کردن، که البته این رو هم می‌دیدیم که بسیاری از همکاران اونها در شبکه‌های اجتماعی اعتراض می‌کردن و می‌گفتن این اصلا مغایر با موازین پزشکی، به هیچ وجه نباید حریم و حقوق بیمار زیر پا گذاشته بشه، ولی متاسفانه این روند تا به آخر ادامه داشت و می‌دیدیم که چقدر شرایط رو در محیط بیمارستان هم سخت می‌کرد. یعنی گروه‌های مختلف تلویزیونی و رسانه‌های مجازی خبرنگارانی رو اونجا داشتن که مثلا گزارش می‌دادن که الان علی پروین اومد، الان علی کریمی اومد، و به همین خاطر هوادارا هم هجوم می‌بردن اونجا. اول اینکه اصلا وقتی که بیماری در آی سی یو، اونم برای کرونا، چه معنایی داره که اصلا افرادی بخوان برن پیگیر بشن در بیمارستان، چون کادر درمانم باید به بیمارانشون برسن، نه اینکه وقت بگذارن دونه دونه بخوان به پیشکسوتات توضیح بدن. و بعد حضور افرادی تحت عنوان نوه خون، سینه زن، دعاخون، چقدر خوبه که این کار رو از خونه انجام بدن، نه در تجمع در
بیمارستان، یعنی ساده ترین الفبای پروتکل رو ما می‌دیدیم که نادیده گرفته می‌شد و متاسفانه در آیین خاکسپاری مهرداد میناوندم هجوم گسترده رو دیدیم که می‌خواستن سلفی بگیرن با چهره‌های سرشناس. من یادم نمیاد یک چهره سرشناسی در ایران از دنیا رفته باشه تونسته باشیم یک خاکسپاری منظم رو برگزار کنیم. و امیدوارم دست کم برای فردا برای علی انصاریان، اول اینکه کسی نره، اجازه بدم که همون افرادی که در واقع نزدیکانشون، بستگانشون و دوستان نزدیکش که دیدیم در مراسم مهرداد هم رفته بودن، علی کریمی، علی دایی، عقب بایستن، اجازه بدن این چهره ها بیان و یک وداع با شکوه و آبرومندانه داشته باشن با کسی که رفتنش رو باور نداریم. اجازه بدن فردا این اتفاق بیفته. جمعیت زیادی که هجوم میبرن به بهشت زهرا فقط به متاسفانه نشر ویروس کرونا کمک میکنن. اجازه بدن که این زنجیره نازک‌تر بشه، قطع بشه و دیگه شاهد مرگ عزیزانمون نباشیم و این روند کاهش پیدا بکنه. آقای رستم‌پور، مشخص هستش که آیا در فضاهای ورزشی الان وقتی که تیم‌ها با هم تمرین می‌کنن پروتکل‌های بهداشتی رعایت میشه یا نه؟ کما که ما دیدیم که در برنامه تلویزیونی که آقای انصاریان و آقای میناوند وجود داشتن، اینا در نزدیکی هم ایستاده بودن، فاصله اجتماعی رعایت نمی‌شد. الان نگرانی وجود داره که آیا در فضاهای ورزشی این رعایت میشه؟ به هیچ وجه. یعنی پروتکل اصلا شوخیه در فوتبال ایران. شما می‌بینید همه لیگ‌های ورزشی دنیا بازیکنان کرونایی دارن هر هفته، غیر از ایران، چون اصلا با توافقاتی که متاسفانه باشگاه‌ها صورت میدن با برخی واحدهای درمانی همه آزمایش‌ها منفیه، هیچ مشکلی نیست. بعد بازیکن‌ها مرخصی میرن میان. دیدیم که حتی افرادی که چهره‌های شرور هستند میان در تمرینات تیم‌ها حضور پیدا می‌کنن، بازیکن‌ها رو در آغوش می‌گیرن، بازیکن‌ها رو بغل می‌کنن. هیچ گونه پروتکلی وجود نداره، رعایت نمیشه. و یه نکته هم که در گزارش بود بسیار جالب بود که اشاره کردید، انتشار چت خصوصی که یک چهره ورزشی رفته در کما و با مرگ و بین مرگ و زندگی داره دست و پا میزنه، چه معنایی داره که این افرادی که شاخهای مجازی هستن عمدتاً میان و چت خصوصیشون رو منتشر میکنن، مسابقه بر سر این که ما با او دوست بودیم، با او رفیق بودیم، چقدر ما رو قبول داشت. این واقعا غیر اخلاقی. امیدواریم این مسئله رو هم رعایت کنن، یعنی رعایت حریم و حقوق بیمار و حریم خصوصی بیمار که به شدت در خصوص هم مهرداد میناوند و هم علی انصاریان نقض شد. متشکرم از شما مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی با ما. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی ایران از تهران با ماست. آقای مدنی، خوش آمدید به برنامه. ابتدا می‌خوایم از بحث مسئولیت فردی شروع بکنیم، برای اینکه به هر حال درسته بعضی از در یک مقاطعی حکومت‌ها ممکنه قانون قرنطینه رو بذارن، اما در نهایت فرد آدم‌ها هستند که باید این پروتکل‌ها رو رعایت بکنن، فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن. اما شاهد این هستیم که این اتفاق نمی‌افته، اتفاق نیفتاد، جان آقای انصاریان و میناوند رو گرفت و بعد شاهد تجمع افراد دم بیمارستان هستیم. این مسئولیت فردی رو چطور میشه افراد رو تشویق کرد که رعایت کنند؟ خب اجازه بدید که در ابتدا تسلیت بگم به خانواده مرحوم میناوند و همطور مرحوم انصاریان، به ویژه مادر داغدار ایشون، و آرزوی صبر برای اونها. واقعیت اینه که مسئولیت فردی تا حدود زیادی تحت تأثیر اعتمادیه که به مراجع مسئول در واقع شکل میگیره، به این اعتبار که اگر که شما از افراد بخواید که مسئولیت مشخصی رو با رفتار مشخصی، مسئولیت مشخصی رو قبول کنند و رفتار اون رفتار رو انجام بدن، این بستگی داره که پیام رسان شما، یعنی مرجعی که اون پیام رو داده برای اون رفتار مسئولانه، چقدر مسئولانه رفتار کرده باشه و چقدر به اون اعتماد وجود داشته باشه. خب واقعیت اینه که شواهد نشون میده که در جامعه ایران اعتماد به مراجع مسئول نیست، اعتماد به وزارت بهداشت نیست، به دولت نیست، به مقامات رسمی نیست، و به همین دلیل هم پیام‌های متعددی که از سوی اونها میاد مبنی بر رفتارهای مشخصی برای مقابله با بیماری در واقع خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. ضمن اینکه بعضی از محدودیت‌ها یا معذوریت‌ها و ضرورت‌ها هم
موجب میشه که گروهایی از جامعه اساساً نتونن اون محدودیت‌ها رو رعایت کنن. البته در مورد این دو نفر که قطعاً اینطور نبوده و میتونستند که اون محدودیت‌ها رو رعایت کنن، اما اصولاً در سطح عمومی و اجتماعی اگر به مسئله نگاه بکنیم، تا حدود این مثلا انجام ندادن رفتارهایی که میتونسته و میتونه کنترل کنه شیوع کرونا را، تا حد زیادی با مسئله اعتماد به مراجع مربوطه مرتبطه. و فکر میکنید که به هر حال اون بی‌اعتمادی به مقام‌هایی که بهش اشاره کردید وجود داره در این مقطع، با توجه به اینکه به هر حال این ویروس وجود داره و شایعه، چه کار میشه کرد که جامعه رو تشویق کرد به رعایت کردن این پروتکل‌ها؟ خب از دو زاویه میشه به این سوال شما پاسخ داد. از یک طرف در مورد به اصطلاح مقامات رسمی دولت و نظام حکمرانیه که میتونه با شفافیت بیشتر پاسخگو بودن در واقع این اعتماد را تا حدودی تأمین کنه، اگرچه همیشه گفته شده که اعتماد دیر به دست میاد و زود هم از دست میره و مدت هاست که این اعتماد زائل شده. میشه گفت که نزدیک دو دهه هست که روند اعتماد عمومی به نهادهای رسمی مرتب رو به کاهش بوده، بنابراین به سادگی قابل تأمین نیست. اما از جهت دیگه در واقع سازمان‌های جامعه مدنی، شخصیت‌ها و چهره‌های معتبر ملی در واقع میتونند که سهم زیادی در این زمینه داشته باشند و بر اساس میزان اعتباری که دارن میتونن که توصیه کنند و پاسخ به اصطلاح عمومی به این مراجع میتونه تا حدودی تعیین کننده باشه. آقای مدنی، شاهد افزایش روزافزون خشم عمومی هستیم در جامعه، از جمله ممنوعیت ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی توسط آیت الله خامنه ای. با توجه به وقایع یک هفته گذشته از دنیا رفتن آقای میناوند و آقای انصاریان، می‌بینیم که خواست وارد کردن واکسن بیشتر و بیشتر میشه. فکر می‌کنید که این خشم عمومی تا کی و کجا قابل مهاره؟ ببینید، اصولا جامعه ایران جامعه تحریک پذیریه. تحریک پذیریش هم از این جهت که تمام وصلا عواملی که میتونه یک جامعه رو برانگیخته بکنه در جامعه ایران وجود داره. نابرابری بسیار بالا، فقر بالا، بی‌اعتمادی همونطور که گفتم، و به اصطلاح وضعیتی که در اون احساس عدم امنیت وجود داره، همه اینها جامعه ایران رو تحریک پذیر کرده و به اصطلاح خشمگین، در واقع خشونت حاصل ناکامی بخش قابل توجهی از جامعه ایران یا روح عمومی جامعه ایران آزرده است از اینکه بسیاری از به اصطلاح اهدافی که بهش نشون داده شده بودن، زندگی ایدئالی که بهش نشون داده شده داده بودن، جامعه‌ای که قرار بود اون برسه تا در اون عدالت باشه، آزادی باشه، نابرابری کم باشه یا فقر نباشه، همه اینها در واقع درست از آب در نیامده، دروغ در واقع پنداشته شده و برای همین هم احساس میکنه که به اون خواسته ها دست پیدا نکرده. به همین دلیل هم حاصل ناکامی خشمه. اما اینکه این خشم و نارضایتی عمومی که جامعه ایران رو تبدیل کرده به یک جامعه جنبشی در تا کجا میتونه پیش بره، در واقع خیلی معیار مشخصی در این زمینه وجود نداره. هر عامل تحریک آمیزی میتونه که جامعه ایران رو در واقع خشم فروخفته رو بازتاب بده، چنان که در آبان 98 یا دی 96 اون رو دیدیم. متشکرم. سعید مدنی، پژوهشگر مسائل اجتماعی. ما همونطور که پیشتر گفتیم، علاوه بر مسئولیت فردی، مسئولیت مقابله با کرونا عمدتاً بر عهده حکومت هاست. سیاست بسیاری از کشورها در این باره مورد انتقاد است، اما اغلب آنها به محض تایید بعضی از واکسن‌ها از طرف سازمان بهداشت جهانی برای تهیه آنها به تکاپو افتادند. کمتر رهبری همچون رهبر جمهوری اسلامی ایران با توطئه‌پنداری ورود واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع کرد.
حالا قرار است اولین محموله واکسن روسی اسپوتنیک فردا وارد ایران شود. واکسنی که مراحل آزمایشیش طی شده و همین دیروز لنست نشریه معتبر پزشکی اعلام کرد که نزدیک به 92% کارایی دارد. البته سازمان بهداشت جهانی هنوز آن را تایید نکرده. بین مقام‌ها و مراجع مسئول در ایران بر سر این واکسن و واکسن‌های دیگر اختلاف نظر وجود دارد. تأمین واکسن در ایران که پیچیدگی‌های خودش را دارد، این اختلاف نظرها و بلا تکلیفی و نگرانی مردم را بیشتر کرده. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد. همگیری کرونا کم بود، حالا برای تهیه واکسن هم آشوبی برپاست. در حالی که بین دولت مردان بسیاری از کشورها مسابقه پرتنش برای تهیه واکسن‌های تایید شده در گرفته، از ایران یک صدای واحد در این باره شنیده نمی‌شود. واقعا اعتمادم ندارم، نمی‌دونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن، ببینن اثر می‌کنه یا نمی‌کنه. و این صحبت‌های وزیر بهداشت ایران امروز. و ما از این شرکت‌هایی که داریم واکسن میخوایم وارد کنیم به دلیل نیاز بازار داخل، علاوه بر کوواکس که این مژده رو بدم که مجموعه آسترازنیکا به ما پریشب اعلام کرد که 4.2 میلیون دوز در فوریه شروع میکنه به تحویل در قالب کوواکس و بقیه سبد کوواکس، یعنی همان واکسن بریتانیایی که رهبر ایران گفته بود به آن اعتماد ندارد، قرار است از کره جنوبی خریداری شود. از طرف دیگر بحث واکسن‌های ساخت روسیه و ایران است. واکسن ایرانی که همه چیزش از تولید تا نتیجه آزمایش‌ها مبهم است و واکسن ساخت روسیه که همین هفته در یک نشریه معتبر پزشکی اعلام شد که معتبر است، اما هنوز تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را ندارد. معلوم هم نیست که ایران چه زمان و چه میزان از این واکسن را می‌تواند بخرد. اختلاف نظر بین مسئولان تنها به آشفتگی و سرگردانی مردم دامن زده. من انقدر در طی این مدت از ریا، تزویر، دروغ از مسئولین دیدم و پنهانکاری البته از مسئولین دیدم که وقتی یک اظهار نظری میکنند همیشه با دیده تردید بهش نگاه کردم. جدا از این که اصلا مسئول، یعنی من کسی که باید پاسخگو باشه و خب در ایران تقریبا هیچ مسئولی پاسخگو نیست نسبت به اعمال و اظهار نظراتش، به خاطر همین همیشه با شک و تردید بهشون نگاه میکنم. به همه اینها اضافه کنید تئوری‌های توطئه و شایعات را. کار تا جایی پیش می‌رود که نماینده مجلس آن را سرطان‌زا و عقیم کننده می‌خواند. یا این واکسن ها را راهی برای کار گذاشتن ردیاب یا جی پی اس در بدن می دانند. نه تنها شواهدی برای اثبات این ادعاها ارائه نشده، بلکه سازمان بهداشت جهانی تنها پس از اثبات بی خطر بودن واکسن ها در آزمایش های بالینی گسترده آنها را تایید می کند. علمای دینی و روحانیون در مواردی در دخالت و عقب نگه داشتن مردم از دسترسی به بهداشت پیشرفته و عمومی نقش داشتند. از جنبش خزینه گرفته تا مخالفت با قرنطینه در زمان وبا. مخالفت فالگیران، دعا نویسان و روحانیون با واکسن آبله در زمان وزارت امیرکبیر هم نمونه دیگر از این اظهار نظر هاست. فتواهایی که مستقیم سلامت مردم را هدف قرار می دهند. مهمترین و اولین وظیفه هر حکومتی تامین سلامتی مردمشه، اما الان اینجا حکومت ما سلامتی مردم رو سوژه مذاکرات سیاسی آیندهش با کشورهای غربی آمریکا قرار داده. بخشی از جامعه هم به صلاح دید مقامات اعتماد دارند و سلامت خود را تنها در گرو تصمیم گیری آنها می دانند. ما ایرانی ها واکسن کرونا ایرانی رو ترجیح میدیم به دلیل اینکه ایران ثابت کرده بارها چیزهایی که ساخته قابل اعتماد هست، ممکنه تاییدیه سازمان بهداشت جهانی رو نداشته باشه و این هم میتونه تاثیر مستقیم آمریکا بر سازمان بهداشت جهانی و یا کشورهای دیگه باشه. این دلیل نمیشه که ما چون تاییدیه نداره استفاده نکنیم. تبلیغ‌های منفی و تئوری‌های توطئه در بسیاری کشورهای جهان به طور کلی در برابر واکسن‌ها و حالا واکسن کرونا وجود دارد. اما مقامات رسمی اکثر کشورها در بازنشر این تئوری‌ها نقش ندارند. با
واکسیناسیون عمومی احتمالاً تنها راه خاتمه بحران ناشی از همه‌گیری کووید 19 است. زیر سال بردن ایمنی و کارایی واکسن‌های تایید شده، استفاده از واکسن‌هایی که هنوز مراحل تاییدشان را طی نکردند و برخورد سیاسی با مسائل مربوط به سلامت عمومی، نتیجه‌اش قابل پیش‌بینی است. طولانی شدن این دوران مرگبار. آنایتا شمس، بی بی سی. دکتر نورالدین پورمؤذن، فوق تخصص جراحی ریه و نماینده پیشین مجلس ایران از لس آنجلس با ماست. آقای دکتر، خوش آمدید به برنامه. ابتدا از اعلام کوواکس شروع بکنیم. از یک جهت آیت الله خامنه ای وارد کردن واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی رو ممنوع اعلام میکنه، از طرف دیگه میشنویم که 4,200,000 دوز قراره به ایران وارد بشه. میشه گفتش که به نوعی دیگر مقام ها اصلا نادیده گرفتند این گفته های آیت الله خامنه ای رو؟ ممنونم که دعوت فرمودیم و منم از به نوبه خودم تسلیت میگم. این تلخی هایی که در کهن سرزمین ایران در حال شکل گیری است، مخصوصا که شما در تهران صدای مرگ دو ورزشکار بلند شد ولی صداهای خاموش بیش از 200,000 نفر که در بیمارستان‌ها گوشه گوشه بیمارستان‌های کشور جان خودشون رو از دست دادن و این صدای امروز بلند این دو ورزشکار شاید صدای خاموش اون قربانیان کووید 19 هم به گوش مسئولین تصمیم گیرنده برسونه. نیا کنین، از همون روزهای اولی که این پدیده و این پاندمی شروع شد، اولین روزها همین سوشیال کانتکت سلاح کشنده این ویروس بود، یعنی ارتباط اجتماعی، و باید اینو با سوشیال دیستانسینگ کنترل میکردن و رابطه دولت واکسن و مردم به عهده دولت ها بود و خب نشد. در مورد واکسن، از همون روزهایی که این بیماری در واقع داشت خودش رو نشون میداد، سازمان بهداشت جهانی در مارچ بود یه جلسه گذاشت و یه کوواکس رو آنلاین بود، ویرچوال بود، این کوواکس تشکیل شد و هدف نهایی این کوواکس 20% جمعیت دنیاست، یعنی 2 میلیارد واکسن در سال 2021. برای مردم ایران، یعنی برای کشور ایران هم، برای جمعیت 85 میلیونی 16.5 میلیون واکسن تدارک شد، دیده شد و این در واقع کوواکس تعیین خواهد کرد که کدوم واکسن رو برای کشورها میفرسته. چه بسا حتی فردا ممکنه که فایزر هم لابلای این، چون حتی خود مدرنا، حتی خود فایزر، خود آسترازینکا، همه اینا دارن برای این بازار مشترک سازمان بهداشت جهانی واکسن میدن تا در اختیار کشورهای فقیر، کشورهایی که درآمد متوسط دارن و به قیمت 2 تا 3 دلار بدن، چون اینا که نمیتونن خودشون واکسن بخرن. بنابراین اینا اول 10%, 20% پرداختشو گرفتن، همون 16 میلیون دلاری که پرداخت شده به کوواکس، و الان 4.5 میلیون از این 16.5 میلیون واکسنی که کوواکس تعهد کرده در سال 2021 وارد ایران بشه، اولین قسمتش رو تحویل کشور ایران خواهد کرد و از این دیگه سازمان بهداشت جهانی تقسیم میکنه ویروس رو، چه بسا مدرنا باشه، چه بسا آسترازینکا باشه، چه بسا فایزر باشه و چه بسا تمام اون واکسن هایی که سازمان بهداشت جهانی برای ایران میفرسته ساخت خود امریکا باشه. بنابراین مسئول سیاسی اینجا فقط تماشاچی خواهند بود. آیا واکسن اسپوتنیک روسی میتونه در کوتاه مدت مسئله بحران کرونا در ایران رو حل بکنه یا دست کم مهار بکنه؟ پاتوژنز بیماری، ویرولانس ویروس، بعد تغییر لایف سایکل ویروس و تمام مسائلی که داره در دنیا اتفاق میفته لحظه به لحظه داره آپدیت میشه در دانشگاه هاروارد، جان هاپکینز همینجا، و این لحظه به لحظه تمام حتی داستان این مسابقه ویروس و این ماراتون تولید ویروس. نگاه کنین، برای اینکه ویروسی خودش رو واکسنی خودش رو نشون بده، یعنی ماراتون واکسن، تولید واکسن خوبه، باید اول داده های مراحل اول و دوم و سوم بره بیرون
بعد اون یک گروه بیطرف این تریال رو باید چک کنه و بعد این یعنی در واقع اون کارآمدی واکسن و کم بودن عوارض رو تایید بکنه، اون موقع باید وارد بازار مصرف بشه. نگاه کنین روسا از همون اول اسم واکسن رو شما نگاه کن اسم یک ماهواره گذاشتن، یعنی همین نشون میده که یک ناسیونالیسم در واقع روسی است و در واقع یک بیشتر نگاه کهنه و پوسیده است برای مسئله واکسن. همون از همون اسمش مشخصه. این مقاله هم که دیروز در لانست چاپ شد، خب غیر قابل دور از انتظار بود، همون اون اولین در واقع ریپورتشه، باید منتظر موند و خوشبختانه بالاخره در دنیای امروز دیگه چیزی مخفی نمیمونه، بالاخره میزان مرگ و میر و میزان مورتالیته واکسن ها روشن خواهد شد. اما یادمون باشد یک واکسن برای اینکه به دنیا بیاد سالها طول میشه، نه واکسن، یک دارو، یک واکسن، یک پروسیجر جراحی، یک دیوایس وسیله جراحی، و این مدت زمانی که میخواد برای واکسن ها بیش از 4 ساله. ما الان مثلا برای واکسن ایز الان سالها دارن روش کار میکنن، نتونستن. همین واکسنی که آقای پوتین اومد برای این واکسن اسپانیایی، برای ابولا داشتن روش کار میکردن، چون روی ابولا نتونست موثر باشه اینا سویچ کردن برای کووید 19. بنابراین با توجه به اینکه میزان مرگ و میر ناشی از پاندمی زیاد بود، در همین امریکاش هم تصمیم گرفته شد که میزان در واقع سیفتی واکسن رو، چون واکسن باید 100% سیف باشه، این سیفتی واکسن رو به 70% هم آوردن پایین. چرا؟ برای اینکه دیدیم که میزان مرگ و میر ناشی از بیماری به مراتب بالاتر از مرگ و میر ناشی از واکسن است. در همین امریکا در فلوریدا یکی از همکارای ما واکسن زد، متاسفانه جان خودش رو از دست داد و فایزر در توجیهش گفت که در 1,000,000 واکسینیشن ما 2.6 یعنی 2.6 مرگ و میر داریم. بنابراین این پاندمی و این بحران این بیماری و مخصوصا با این اتفاقات که تلخی که میفته، تقریبا میشه گفت که پذیرفته شد که یک واکسنی که بیش از 70-80% موثر باشه، مخصوصا برای کشورهای عقب مونده و کشورهای فقیر که نمیتونن واکسن با اون واکسن‌های گرون بخرن، مورد پذیرش قرار گرفته. همین سوالی که هست آقای پورمعظم، به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصل اینکه نشریه لنست منتشر کرده یافته‌های تحقیق درباره واکسن اسپوتنیک رو عدم مثبتیه و اطمینان بخشه، چون در ابتدا بسیار تردید بود درباره امنیت واکسن اسپوتنیک، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که اطمینان بخشه. اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که بسیاری از کشورها الان در صف خرید واکسن هستند و همونطور که شما اشاره کردید به هر حال رگه‌هایی از تصمیمات سیاسی و ملی گرایانه در این هست. چقدر ایران امکانی داره که با توجه به جمعیت 85 میلیونیش بتونه به سرعت واکسن رو تامین بکنه، حالا چه از روسیه چه از کشورهای دیگه برای مهار بیماری؟ ببینید در ایران اتفاق از نظر دولت مثبت و از نظر مردم منفی افتاد که اینا از روز اول در واقع پالیسی ایمنی در واقع هرد ایمنیتی رو، ایمنی گله‌ای رو در دستور کار خودشون قرار دادن. نتیجه این شد که 25 30 میلیون نفر بیمار شدن و اونا که بیمار شدن ماها نیاز به واکسینیشن نداره. از طرف دیگر برای هدف گذاری سال 2021 ما 20% جمعیت ایران رو اگه بتونیم واکسن بزنیم در سال 2021، بنابراین این در ما انتظار نداشته باشیم که در سال حتی در خود امریکاش هم همینطور همه واکسن بزنن، هر کسی که میخواد واکسن بزنه واکسن خواهد زد، نه، به شکل پلکانی. و در سال 2021 فقط از جمعیت ایران 16.5 میلیون تازه اگر بتونن واکسن خواهند زد، چه حالا این واکسن چینی باشه، کره، از کوبا باشه یا از کشور برادر چین باشه. متشکرم دکتر نورالدین پورمعظم، نماینده پیشین مجلس ایران.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 55,000 نفر رسیده. طبق آمار رسمی از زمان آغاز شیوع کرونا بیش از 2500 نفر هم جانشان را از دست دادند. اما حکومت اذعان می‌کند که آمار واقعی به مراتب بیشتر از این ارقام است. در همین حال وزارت صحت وعده داده که اولین واکسن‌ها 3 تا 4 ماه دیگر به افغانستان خواهند رسید. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. وزارت صحت عامه میگوید هنوز هم هشدار وجود دارد. موج دوم کرونا به پایان نرسیده. اما اگر تدابیر جدی گرفته شود، از موج سوم خبری نیست و یا هم دیرتر میرسد. حالا بسیاری منتظر رسیدن واکسن هستند. واکسنی که مدت‌ها خبر ساخت آن را دنبال کردند و از همه مهمترین که پرسیدند چه وقت به افغانستان میرسد. والا نیست. دولت توجه کنه که باید کرونا در افغانستان هیچ وجود نداشته باشه. باید اگر واکسین شوه هیچ انشاءالله خدا دفعش بکنه پروردگار. بس واکسین است. برای مسئولین وزارت صحت عامه نیز زمان دقیق دسترسی به واکسن معلوم نیست. میگویند سازمان تسهیل دریافت منابع برای واکسن کووید 19 وعده کرده که به 20% جمعیت افغانستان واکسن رایگان بدهند تا 3 یا 4 ماه آینده. 500,000 دوز هم هند وعده داده. بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی هم گفتند که هزینه واکسن 40% جمعیت افغانستان را فراهم می‌کنند. به گفته وزارت صحت عامه در قدم اول و در سال جاری میلادی 20% نفوس و در سال 2022 نیز 40% جمعیت واکسن خواهند شد. امیدواری بسیار زیاد است که ما بتانیم 93 میلیون دلار دیگر هم دریافت کنیم. با مجرد که 93 میلیون دلار دیگر دریافت شد، 60% نفوس افغانستان تحت پوشش واکسین کوواکس قرار می گیرد و ما رکورددار تطبیق واکسین در منطقه خواهد بودیم. با اساس هم اصل هرد ایمیونیتی یا ایمنی کتلوی هم وقتی 60% یک نفوس واکسین شد، دیگر ریسک ابتلا و گردش واکسین به حداقل ممکن در کشور میرسد. شماری از افغانها در کشوری که فساد یکی از چالش‌های عمده آن است، نگران آن هستند که مبادا در واکسینه کردن هم فساد وجود داشته باشد. در قسمت تطبیق و توزیع واکسین کرونا کمیته تشکیل شده، پلان‌ها سنجیده شده، اولویت بندی صورت گرفته تا ما بتانیم اشخاصی را که آسیب پذیر هستند اولتر واکسین کنیم و وزارت صحت عامه افغانستان بر مردم تعهد می‌ده که ما مطابق با اولویت‌هایی که از طرف سازمان صحی جهان تعیین شده این واکسین را برای اشخاصی که آسیب پذیرتر هستند اولتر تطبیق می‌کنیم. گسترش کرونا با همه مشکلاتی که برای افغان‌ها داشته، اما سبب شده که در بسیاری از ولایت‌ها آزمایشگاه برای انجام آزمایش تشخیص مولکولی یا همان تست PCR ایجاد شود. تا ماه جون 34 ولایت افغانستان لابراتوار PCR، منابع انسانی آموزشی تا برای PCR و ظرفیت تست PCR خواهد داشت و این یک نقطه چرخش بسیار کلان در سکتور صحت افغانستان هست. در شروع کرونا ما ظرفیت تست 1 مورد را در کابل نداشتیم. حالا فعلا 16 لابراتوار فعال داریم. آمار روز سه‌شنبه نشان می‌دهد که در شبانه روز قبل از آن 53 نفر مبتلا شدند و 1 نفر هم جان باخته. رقم کلی هم از این قرار است. 55,174 نفر مبتلا شدند و 2,406 نفر هم جان باختند. همه، هم مردم و هم مسئولین، اما به این باور هستند که آمار واقعی بیشتر از این ارقامی است که ثبت می شود. علی حسینی، BBC، کابل. در ماه‌های گذشته گزارش‌های زیادی از خودکشی یا اقدام به خودکشی از جمله در میان نوجوانان منتشر شده. این وضعیت با توجه به فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از همه‌گیری کرونا، نگرانی از سلامت روانی شهروندان را بیشتر کرده. تحقیقات نشان می‌دهد که وضع اقتصادی با سلامت روانی رابطه مستقیم دارد و سازمان ملل می‌گوید که توجه به این معادله ضرورت دارد. شهید هوشمندی گزارش می‌دهد. دیگر زندگی را مثل سابق نمی بینید. ناامید و نگران هستید. شما تنها نیستید.
همگیری کرونا سلامت روان بسیاری را در ایران و جهان زیر و رو کرده. مشکلات روانی حتی پیش از آغاز همگیری کرونا معضلی عمده بود و جدا از هزینه های انسانی سالانه بیش از 1,000 میلیارد دلار تنها هزینه اقتصادی به جهان تحمیل می کرده. حالا اما ضربه ویروس کرونا زخم آن را عمیق‌تر کرده. بحران در بازار کار جهان دارد به آتش نارضایتی و اضطراب دامن می‌زند. بیکاری گسترده و از دست رفتن درآمد افراد در پی بحران کووید 19 باعث از بین رفتن هرچه بیشتر همبستگی اجتماعی شده و کشورها را از لحاظ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بی‌ثبات کرده. این آمار سازمان ملل است با اتکا به داده‌های رسمی در 3 کشور، چین، ایران و امریکا. در سال 2020 میلادی و همزمان با همه‌گیری کرونا 60% ایرانیان از مشکلات روانی شامل اضطراب، افسردگی و روانگسیختگی رنج بردند. نسبتی که در اقتصادهای بزرگ چون چین و امریکا در مقایسه با ایران پایین تر است. گزارش سازمان ملل میگوید زنان، کودکان و نوجوانان به ویژه کم درآمدها در میان گروه‌های آسیب پذیر هستند. پژوهشی دیگر از سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد با سلامت روان آنها رابطه مستقیم دارد. یعنی همانطور که وضعیت مالی نامناسب و جایگاه اجتماعی پایین روان انسان‌ها را دچار مشکل می‌کند، مشکلات روانی هم باعث افت درآمد، بیکاری و فقر می‌شود. یک دور باطل برای آن دسته که نیازمند حداقل‌های زندگی هستند. در ایران، تحقیقات دانشگاهی انگشت شماری درباره پیامدهای روانی همه‌گیری کرونا انجام گرفته، ولی آمار و گزارش‌های رسمی در این باره در دسترس نیست. این در حالی است که در ماه‌های اخیر اخبار خودکشی به ویژه به خاطر فشار اقتصادی بیش از گذشته منتشر می شود و مسئله سلامت روان در ایران بیش از قبل مورد توجه قرار گرفته. خودکشی زینب، دختر بچه 11 ساله ایلامی، یا عمران روشنی مقدم، کارگر صنعت نفت، و محمد، کودک کار 14 ساله در ماهشهر خوزستان که کار خود را به خاطر کرونا از دست داده بود، تنها نوک کوه یخ صدمات روانی روزهای سخت گذران زندگی زیر بار کرونا و فشار اقتصادی است. به تازگی هم گفته شد که یک کارمند بانک در ایلام که تمام زندگیش را در بورس باخته بود، همسر و فرزندانش را کشته و بعد خودکشی کرده. هرچند بعداً روایت‌های مختلفی از انگیزه احتمالی او برای این اقدام ارائه شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، حدود 3/4 موارد اقدام به خودکشی در گروه سنی 15 تا 34 سال و 60% از موارد مربوط به زنان است. وزارت بهداشت مدتی است که آمار اقدام به خودکشی را بروز نکرده، اما آمار سازمان پزشکی قانونی میگوید که شمار قربانیان خودکشی در 8 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیش از 4% افزایش داشته. خودکشی تنها یک نمونه از آثار روانی فشار اقتصادی بر مردم ایران و به ویژه جوانان است. پیامدهای بالا رفتن آمار خودکشی و مشکلات روانی یک شبه و بعد از حل بحران کرونا از بین نمی رود. همانطور که صدمات اقتصادی آن هم حالا معلوم شده که تا سالها باقی خواهد ماند. چنانچه در بریتانیا وقتی آمار خودکشی همزمان با بحران مالی سال 2008 و افزایش نرخ بیکاری رکورد 20 ساله را شکاند، سالها طول کشید تا میزان خودکشی به سالهای قبل از بحران مالی نزدیک شود. به همین دلیل سازمان ملل متحد میگوید که سرمایه گذاری در حوزه بهداشت روان افزون بر حفظ جان انسانها میتواند از هزینه های اقتصادی این نوع عمدتاً پنهان بیماری در جامعه بکاهد. شیدا هوشمندی، بی بی سی.
میترا ساخته کاوه مدیری سینماگر ایرانی هلندی امشب برای اولین بار در جشنواره فیلم روتردام در هلند به روی پرده میره. این فیلم با الهام از رویدادهای واقعی ساخته شده و یاسمین طباطبایی، شبنم طلویی و محسن نامجو از جمله بازیگران اون هستند. بخشی از این فیلم رو با هم ببینیم. بله بفرمایید. This year marks the 40th anniversary of the Islamic Revolution. این زن خیلی های دیگرم لو داده. تازگی اومده اینجا و پناهنده شده. اینه؟ برای این همه سال. مگه میشه؟ تلاش. ما فقط میخوایم انتقام خون میترا رو بگیریم. مامانت خونه است؟ شما ایرانی هستی؟ برادرمو دیدی؟ من شما رو قبلا ندیدم. حالا تو مفتش شدی الان. شبنم طلویی بازیگر این فیلم از سان فرانسیسکو آمریکا با ماست. خانم طلویی خوش آمدید به برنامه. میدونیم که قصه میترا ابتدا یک کتاب بوده که توسط آقای کاوه مدیری نوشته شده بر اساس یک داستان واقعی. میتونید یک خلاصه ای از داستان رو به ما بگید؟ سلام بر شما و بر بینندگان برنامه‌تون. بله همونطور که گفتید این فیلم بر مبنای داستان واقعی که در خانواده کاوه مدیری اتفاق افتاده، در واقع از اون داستان الهام گرفته ایشون و فیلم قصه یک مادر هست، یه مادری که در دهه 70 زندگیشه و همجور که در این در واقع پیش آگهی یا تریلر هم دیدیم بهش خبر میرسه سالها پیش که دخترش اعدام میشه و حالا سالها بعد در خارج از کشور وقتی که ایشون مهاجره بهش خبر میرسه که کسی که دخترش رو لو داده الان ساکنه همون کشوری است که ایشون اونجا ساکنه و حالا تمام تلاش این مادر این هست که با اون دختر سابق و مادر و زن امروزی مواجه بشه و انتقام بگیره یا نگیره. در واقع فیلم کجا فیلم برداری شده؟ فیلم بخشیش در هلند فیلم برداری شده، بخشیش در آلمان و صحنه های ایران هم در اردن گرفته شده، جردن در کشور اردن. شما نقشتون نقش زنیه که در واقع لو داده این فرد رو، درسته؟ دقیقاً بله. به عنوان یک ایرانی که مجبور به ترک وطن شده، بازی کردن یه همچین نقشی چطور تجربه بود برای شما؟ بسیار چالش عجیب غریبی بود برام و خیلی خوشحالم که کاوه مدیری این نقش رو به من پیشنهاد کرد، به خاطر اینکه خیلی باید براش تلاش میکردم. در وهله اول تلاش این بود که بفهمم اون آدم رو. من دارم نقش یک کسی رو بازی میکنم که به هر حال در ایران بهش گفته میشه طباب و کاوه مدیری به من خیلی این اطمینان رو و این در واقع اعتماد رو نسبت به من داشت که من برم و بگردم و راجب این آنچه که بر توابین گذشته تحقیق بکنم و ببینم که چه چیزهایی رو در دوران زندان داشتن، چی شد که به نتایجی رسیدن که فکر بکنن که حالا بخوان متاسفانه کسانی که باهاشون همراهی میکردن رو در واقع معرفی بکنن که منجر بشه به آزادی خودشون. و ما مدام با هم دیگه این تبادل نظر رو داشتیم، هر چی که من میدیدم با ایشون صحبت میکردم و حتی ایشون جاهای از فیلمنامه رو بر مبنای تحقیقاتی که بعدم با هم دیگه کردیم اومدن و یک ویرایشی کردن و تغییراتی دادن. خیلی چالش بزرگی بود و خیلی 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 سخت بود. من یادم در صحنه‌های از فیلمبرداری گاهی انقدر احساسات بالا می اومد که من بعدش واقعا نمی دونستم که چقدر زمان می خوام که بتونم این گریه، بغض، اندوه رو یه ذره آرام بکنم که بشه صحنه بعد رو گرفت. از دیگر چهره های شناخته شده در فیلم محسن نامجویی که بیشتر رو به عنوان با موسیقیش می شناسن، اون چطور تجربه بود؟
تجربه همکاری من با ایشون رو دارین میگید؟ بله، بازیگری با آقای نامجو. آقای نامجو در این فیلم هم بازی کردن، هم آهنگساز فیلم هستن و من با ایشون بخش های کمی بازی داشتم، ولی تجربه دلنشینی بود به خاطر اینکه خیلی من رو برد به سمت خاطرات ایران، این همکاری با آقای نامجو و روزهایی که در تئاتر شهر همه در کنار هم دیگه بودیم و داشتیم پله پله تجربه میکردیم. یک بخشی هست در مورد آقای محسن نامجو که ایشون خب خواننده توانایی هستن، آهنگساز توانایی هستن. یک بخش بازیگریشون هست که بسیار نسبت به این بخش ایشان متواضعانه در واقع حضور پیدا میکنه، در این با اینکه در فیلم‌های متعددی هم بازی کرده، در فیلم میترا هم همیشه خیلی حضور متواضعانه داشت. خیلی خیلی همکاری برای من، اون صحنه‌های کوتاهی که با ایشون داشتم همکاری مفیدی. آیا فیلم در دوران بحران کرونا فیلم برداری شد؟ در چه مقطعی همکاری کردید؟ نه، فیلم در سال 2019 فیلم برداری شد و دیگه موقعی که میخواست به اکران بشه و در واقع معرفی بشه به فستیوال ها درست مواجه شد با شروع دوران کرونا، ولی فیلم برداری و تدوینش قبل از این دوران خوشبختانه تموم شده بود و ما گرفتاری های این پروتکل رو نداشتیم. ولی مثلا همین امروز که این فیلم اولین اکران بین المللی شو داشته در جشنواره روتردام، خود کارگردان اونجا به دلیل پروتکل ها حضور نداره و داره از کشور دیگری در همین لحظه که ما صحبت میکنیم در جلسه پرسش و پاسخ به شکل آنلاین حضور داره برای مخاطبینی که تونستن در اون پروتکل های فستیوال شرکت بتونن از اونا عبور کنن و شرکت کنن، یا مخاطبینی که آنلاین فیلم رو امشب دیدن. خیلی کوتاه خانم طلویی، به دلیل بحران کرونا اکران عمومی فیلم ها با محدودیت زیادی روبرو هست، مشخص هست که کی این فیلم اکران میشه؟ شما در جریان هستین؟ فیلم در 20 ماه می در کشور هلند که در واقع کشور محل اقامت کارگردان و تهیه کننده یکی از تهیه کننده هم هست، اکران عمومی شروع میشه اگر که همه چیز درست پیش بره، ولی برای کشورهای بعدی به دلیل همین مسئله بیماری همگیر همچنان تهیه کننده منتظر هست که ببینه کی تاریخ ها باز میشه. متشکرم از شما، بی‌صبرانه منتظریم که فیلمو ببینیم و براش آرزوی موفقیت می‌کنیم در عرصه‌های بین‌المللی. شبنم طلویی از بازیگران فیلم میترا ساخته کاوه مدیری. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و صفحه یوتیوب ما تماشا بکنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.